سلام دوستان وقتتون به خیر باشه در طول روزهای گذشته دو خبر در رسانه منتشر شده یک خبر در خصوص طرف سعودی یک خبر هم در خصوص طرف یمنی و نکاتی مطرح شده است به بهانه جنگی که این سالها در یمن در جریان بوده در فضای فارس زبان هم بین کاربرها داره یک ویدیو در همین خصوص از آیت الله خامنه ای دست به دست میشه که مربوط به 6 سال قبله اینها رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد مون تا من قبلش لازم هست نکته ای رو خدمت شما عرض کنم یک گزارش در یک رسانه عرب زبان منتشر شده الاخبار اخبار مدعی شده که اطلاعاتی رو به دست آورده که این اطلاعات از سوی یک مقام معتبر در سعودی هست که اشاره کرده به اینکه سعودی ها اعلام کردن گفتن ما آماده ایم برای اینکه نبر در یمن پایان پیدا بکنه علاوه بر این یک کار دیگر هم آماده ایم انجام بدیم و اون کار این هست که ما انصار الله رو به طور رسمی به عنوان نمای... نماینده یمنی ها بپذیریم آقا چجوری شد شما از اون موزه خیلی بالا اومدی رسیدی به این نقطه که من حاضرم جنگ تموم بشه و انصار الله رو هم بپذیرم بله پذیرفتی که اما هم البته داره میریم جلوتر با هم دیگه بررسی خواهیم کرد نکته ای که در گزارش این رسانه بهش اشاره شده این هست که آخرین دور مذاکراتی که برگزار شده رهبر انصار به طور رسمی یک پیام رو برای سعودی ها فرستاده و اون پیام این بودی که این مدل آتش از نظر ما جنگه ما این مدل آتش رو جنگ میدونیم و اگر بخواد ادامه پیدا بکنه ترجیح میدیم که هزینه ای رو تحمیل بکنیم به کسانی که این آتش رو به یمنی ها تحمیل کردن حالا تصمیم گیر باشید میخواید این بازی رو ادامه بدید یا نه از طرفی سعودی ها به طور رسمی اعلام کردن که ما میپذیریم که انصار الله به عنوان نماینده مردم یمن باشه مون تا یک شرط داریم و شرط ما این هست که انصار الله و عمان به عنوان مذاکره کن به عنوان میانجی این رو به ما تضمین بدهن یعنی هم خود انصار تضمین بده هم میانجی بیان تضمین بدن که هیچ حمله ای از داخل خاک یمن علیه آرامکو انجام نخواهد شد میخوایم بریم گزارش رو با هم دیگه بخونیم فقط یک چیز رو من داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم و اون نکته این هست دوستان عزیز به شدت این روزها دنیای ما نگران است از اینکه جنگ دیگر به عالم تحمیل بشود اگر آن جنگ در ای باشد که بتواند بر وضعیت انرژی در کشورهای غربی اثر بگذارد وحشت دنیا بیشتر خواهد شد حالا فضا ظاهرا داره به سمتی میره که همچین اتفاقی بیفته بریم این بخشی از گزارش رسانه سعودی رو بخونیم بعد برمیگردیم اثر نظر یمنی ها داشتن که اون هم خیلی مهم با هم بررسی خواهیم کرد بعد نکاتی دارم یک ویدیو هست که با هم خواهیم دید و نکاتی دارم که خدمت شما عرض خواهم کرد اشاره شده به اینکه در دور اخیر مذاکرات پیام شدید و لحنی شخصا از سوی رهبر انصار یمن برای طرف سعودی ارسال شده که در کنار آن نیروهای نظامی مربوطه نیز در حال آماده باش هستند میگه هم پیام صادر کرده هم نیروهای نظامیش آماده باشه هستن هم یک اتفاق دیگه داره رو رخ میده و اون اتفاق این هست که در داخل کشور یمن تظاهرات هایی داره برگزار میشه به ویژه در پایتخت و این تظاهرات ها تاکید کرده برای اینکه محاصره از نظر ما همون جنگ است جمعیت بسیار زیادی از یمنی ها که بخشیش رو روی صحبت من دارید مشاهده میکنید به خیابان ها آمدن یک شعار دارم و اون شعار این هست که محاصره از نظر ما همون جنگ است ببین وقتی در پای میز مذاکره این پیام داره مخابره میشه و همزمان خیابان های یمن شلوغ شده مردم دارن همین رو تکرار میکنن و فرمانده ها دارن رصد میکنن نیروهای میدانی خودشون رو یک در نتیجه وجود داره همه این وها رو گفتیم که به یک در نتیجه برسیم و اون در نتیجه این هست که پس یمن داره برای یه چیزی آماده میشه صد روز بعد از ناآرامی های ایران که دست سعودی به خوبی درش دیده میشد و کمی بعد از اینکه غربی ها وحشت شدند از یک زمستان وحشتناک حالا ظاهرا داره فضا به سمت میره که کمی این سوی میدان هم یک بازی با وضعیت انرژی در عربستان سعودی صورت بگیره بریم ادامش رو با هم دیگه بررسی کنیم در ادامه گزارش الاخبار به این نشان شده که ریاض در حال حاضر نرمش زیادی را در مذاکره از خود نشان میدهد به نحوی که امروز دیگر چیزی بیشتر از دریافت تضمین‌های های امنیتی برای عدم آسیب رساندن به عمق این کشور ندارد و از رویای تبدیل کردن یمن به یک کشور تحت قیمومیت خیش در گذشته عقب نشینی کرده و صرفا تزمین هایی میخواهد برای عدم آسیب رسیدن به عمق سعودی آقا یه دو فضا رو با هم دیگه بررسی کنیم اینی که این آقا گفت یعنی چی؟ یک کشوری با توان بسیار زیادی و بودجه بسیار هنگفتی حمله میکنه به یمن مدام از سوی آمریکا ها و از سوی کشور غربی به لحاظ تسلیحاتی حمایت میشه بهترین تسلیحات رو میخره این طرف داستان هم یکی یمنی بوده یک ایرانی هم در کنارش بوده یه چند تا موشک میگیره و یه چند تا بهباد میگیره یه عملیات در آرامکو انجام میده بعد از عملیاتی که در آرامکو انجام میشه چند تا تحریزی عملیات انجام میده علیه مراکزی در بنادر عربستان حالا 8 سال از جنگ گذشته عربستان داره میگه که من پذیرفتم بازی رو تموم کنیم هیچ بحثی بود ندارم بعد نمیگه که تو بپذیر که مثلا من هم در یمن فلان وضعیت رو داشته باشم یا تو بپذیر که من هم فلان کنم نه میگه که تو بپذیر که به خاک کشور من حمله نکنی این فاجعه است این چیزی که داریم میگیم به لحاظ بررسی میدانی آن چیزی که رخ داده فاجعه است که تو به عنوان ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور به لحاظ خرید تسلیحات به فقیرترین کشور حمله کردی که حالا یه تفاوتی با تو داشته ایران کنارش بوده و تو الان به غلط کردم افتادی میگه من خواسته تو را میپذیرم تو فقط قول بده به من حمله نکنی بریم ادامهش رو با هم دیگه بررسی کنیم در ادامه گزارش به این اشاره شده که اگر انصارالله مخالفتی نداشته باشه بپذیره که عملیاتهایی رو در داخل اونق سعودی انجام نده این مذاکره به نتیجه میرسه و به اصطلاح خودمان کار خودش رو پیش خواهد برد دوستان یه سوال از خود برسین. چرا شیش ماهه که اینها روی همین آتش بس موندن نه وارد نبرد میشن نه جنگ و تمامش میکنن رو همین آتش بس موندن شرایط نه جنگ، نه صلح ایدهال چیزی است که آمریکایی ها و سعودی ها الان بهش نیاز دارن تو همین وضعیت نگرش دار منطقه رو تو همین وضعیت نگرش دار در چه شرایطی اینها به این جمع میرسن که باید برن به سمت صلح در شرایطی که یمن ضربه به سعودی بزنه که بر وضعیت بازار انرژی در غرب اثر بزاره اگر همچین چیزی رقم خورد اینها به این جنبندی میرسن که سراسیمه باید برن سراغ عربستان هرچی از دهنشون در میاد بهش بگم بگم فلان فلان شده تمامش کن این همه مردم بیچاره کشته شدن نمیبینی چرا هشت ساله داری حمله میکنیم اینا تمامش کن فقط در این صورتی که اینها به این جنبندی خواهند رسید و شرایط داره برای این اتفاق فراهم میشه گزارشی رو بریم از رسانه های یمنی با همدیگه بخونی ببینیم که یمنی ها در این خصوص چی گفتن متن گزارش یمنی ها خیلی مهمه متن گزارشی که نمیشه مهمه به خاطر همین من میخوام به متن مراجعه بکنم علت داره که خدمت شما ارسام کرد خلاصه ابتدای متن این است که 6 ماه هست که یمن آتش بس رو پذیرفته دو ماه هم هست که داره با سعودی مذاکره میکنه حالا داستان این مذاکره چیه این اول اومد از سراغ ایران گفتن که ببین ما داریم با تو می جنگیم این جنگ نیابتیه و پشت این داستان تویی رفته 8 سال خاک یمن رو به کشیده پشت داستان ما رو میبینه بیا بشینیم گفتگو بکنیم تمومش بکنیم این نبرد رو تموم بکنیم این رو به طور رسمی اعلام کنیم که آقا این داستان به من هیچ ربطی نداره آرام کورم نکنه فیلم کنی من زدم عجیب غریب به من نگامون نکنه احساس میکنید که کار من بود به من ربطی نداره این داستان ها این جنگ اصلی یمنی ها اگر میخوای داستان تموم بشه انصار الله یمن رو به رسمیت بپذیر بفهم که اینها یک گروه دارای اعتبار هستن بشین باشون صحبت بکن مذاکره بکن خواسته رو بپذیر جنگ تموم بشه این برای سعودی ها دردناک بود که به جای اینکه هی میگفتن ایران 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 حالا برن بشینن با انصار بهش رسمیت بدن باش گفتگو بکنن و وادار شدن این کار رو انجام بدن دو ماه دارن گفتگو میکنن الان بعد از دو ماه انصار الله گفته آه آینا حوصله ما رو سر بردن اینا کدوم قومی کی پشت سر این چرا چرت و پرت میگن چرا؟ تموم نمیشه چرا مشخص نیست که چی میگی و حالا به اینجا رسیدن یمنی ها میگن که نتایج مذاکره ناامید کننده بوده ما به این جمعندی هستیم که این اطلاف فریبکاره از زمان شروع آتشبس این به ما اثبات شده و اینها میخوان مردم ما رو در یک بحران اقتصادی نگه دارن هدفشون از این آتشبس این است که مردم تحت محاصره باشن در بحران اقتصادی بمونن و اینها بتونن از این بحران استفاده بکنن برای اینکه به کشور با توجه به بحران معیشتی که تحمیل شده به ما ضرور بزن حالا یه جمله میگه تو متن این جمله برای من مهمه میگه که جنبندی ما این هست که آمریکایی ها با وضعیت نجنگ نسل قصد به محاصره یمن ادامه دهن من متوجه نشم یه بار این متن بخونیم الان گفت سعودی ها یا گفت آمریکایی ها یمنیه داره میگه میگه که آمریکایی ها با وضعیت نجنگ نسل قصد دارن به محاصره یمن ادامه دهن آه شما با عربستان داریم میشن یا با آمریکا اصلا عربستان رو نمیبینه تو این داستان انصارالله الله در نبرد خودش با عربستان اصلا عربستان رو نمیبینه میگه آمریکا داره این کار رو میکنه و من با آمریکا طرفم نکتهش متوجه شد ببین جنس اتفاق پنج و کاملا جنس اتفاق پنج و هفتیه و اونا اینو فهمیدن از این وحشت از زدم اون میگه که ببین من یه بار 57 تجربه کردم یه کشوری اومد به نام ایران سرشاخ شد با یه کشوری به نام عراق سرشاخ شد بهش حمله کرده بودن از شوروی حمایت کرد تا آمریکا به نتیجه نرسیدن بالاخره حالا عراق هر چقدر هم امکانات داشت در اون موقع و صدام هر چقدر هم دارایی داشت واقعیت این بود که ایران اصالت داره ایران کشور ساختگی نیست امروز خیلی از شهرها رو میسازن کنار شهرهای قدیمی یک شهری جدید میسازن تو کشورها هم همین کاری کردن ببین اون کسی که حاکمیت داره برای اینکه بتونه خودش رو مدیریت بکنه و کشور رو مدیریت کنه به شهرسازی روی میاره یه جاهایی درسته بتونه بخشی از داستانها رو به بل... لحاظ جمعیتیم که رخ مدیریت بکنه نظم حاکم بر دنیا هم, هم این کاری کرد نظم حاکم بر دنیا یه جایی به این جمعندی رسید که من نیاز به کشور سازی دارم این کشورهای جدیدن کشورهای جدیدن که گذشتهشون رو اگر بررسی بکنی زیل حوزه تمدنی یک کشور دیگر و یک حوزه تمدنی مشترک تعریف میشه ایران این شکلی نیست خب زمانی که با ایران وارد تقابل شد ایران نمیگفت صدام ایران نمیگفت پهلوی ایران میگفتش من آمریکا رو میبینم اصلا پهلوی چی من با آمریکا طرفم تو داری پر رو بازی در تو داری شاخ بازی در میاری اینا تو معادلات نیستن که تو بری بشون سرجات اینا هم سرجاشون میشنن اومدیم جلوتر اومدیم جلوتر انقلاب پنجاه اتفاق افتاد با صدام ایران درگیر شد به خاطر جنگی که او به متحمل کرد باز ایران میگفت من آمریکا رو میبینم این اتفاق پنجاه و اینکه یمنی اینجا تو پیانیش تو پیامش توی گزارشش میاد برمیگره میگه که آمریکا میخواهد این گونه بشه یعنی ماجرا شکلی دیده و اونا از این ترسیدن تو عمده گزارشی که نوشتن و عمده گزارشی که روی یمن نوشتن به همین اشاره میکنه میگه این ایران دومه دقیقا داستان ایرانه چیش درسن که 43 سال گذشته ایرانی که میخواستیم با خاک یکسانش بکنیم فلان بکنیم بیسار بکنیم با آمریکا 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 شروع کرد بازی رو به شکل انگار اصلا سیاست خارجیش اصلا داره نون میخوره سود میبره الان شده یه ایرانی که پهبادی امکانات بسیار زیادی در حوزه تسلیحاتی داره او الان جنگ نیابتی به ما در اوکراین داره تحمیل میکنه که ما باید بریم بجنگیم با روسایی که تسلیحاتی آوردن که ایرانیه و وزنی پیدا کرده است اگر امروز جلوی یمن رو نگیریم چل و خورده سال بعد همین داستان برای یمن پیش بیاد ما یه ایرانی گردن کلوف اینجا داریم یکی هم مشابه خودش افتاده بغلش چیکار باید بکنیم این ترسن که این بده الان با این اینها به مشکل خوردن در ادامه گزارش رو ببینیم در ادامه گزارش یمنی ها به این اشاره کردن میگه که این اتفاقاتی که رخ داده مردم رو کلافه کرده تظاهرات های اتفاق افتاده مردم راهپیمایی دارن بر دارم میکنن وقتی مطالبه این مردم این هست که این بازی تموم پیدا بشه تموم پیدا بکنه خاتمه پیدا بکنه من وظیفه دارم که خاتمش بدم فهمید چی اتفاق میفته بس داره در یمن فراهم میشه و مطالبه داره شکل میگیره برای اینکه یمن بگه مردمم از من میخوان که من با عربستان وارد جنگ بشم امقا عربستان را بزنم و تنبیهش بکنم صد روز پیش عربستان ناآرامی های در ایران رقم خورد که ما نقش رسانه های عربستان رو درش پررنگ می‌بینیم اعلام هم کردیم گفتیم تنبیه می‌کنی، گفتیم انتقام می‌گیریم منتظرم هستیم زمانش برسه از طرفی اتفاقهایی در دنیا داره رخ میده خیلی ها بر این باور هستن که این اتفاق یه شوک میخواد اینا الان بحران انرژی یه شوک میخواد یکی یه, یه ضربه از یه جایی به یک کشوری بزنه که داره تأمین انرژی اینها رو انجام میده یا ایفای نقش داره تو این قضیه دنیای غرب به هم میرزه حماقت عربستان و نوع رفتاری که در این سالها داشته و رفتار ابلهانه تر آمریکا در حمایت از همچین کشوری در جنگ یمن داره این بستر رو برای وقوع همچین اتفاقاتی فراهم میکنه چه کسانی پشت ماجرا هستن پشت ماجرا نداره 8 سال حمله کردی به یمن حالا میخواد پاسخ بده دیگه چرا همش دنبال پشت پرده میگره. بریم صحبت رهبر ایران رو در همین خصوص ببینیم ایشان هم صحبت داشتن که این روسا خیلی مرتوجه قرار گرفته بسیار از کاربرها این رو دست به دست کردن پیش پیشبینی رهبر ایران دوستان یک براسی داشته باشیم ببینیم که چه چیزی در 6 سال پیش گفتن و البته خطا کردن اشتباه سعودی ها بدعت بدی گذاشتن در این منطقه و البته خطا کردن اشتباه کردند. کاری که امروز دولت سعودی در یمن دارد انجام می دهد عینا همون کاری است که سهیونیستا در غزه انجام دادن. دو جنبه دارد یکی اینکه جنایت است نسل کشی است قابل تعقیب بین المللی است این یک بعد قضیه است بچه‌ها رو میکشن خانه ها رو خراب میکنن زیربناها رو نابود میکنن ثروت های ملی را در یک کشور از بین میبرن خب این یه جنایت بزرگه این یه طرف قضیه است طرف دیگر قضیه این است که سعودی ها در این مسئله خسارت خواهند کرد ضرر خواهند کرد اونا به هیچ وجه پیروز نخواهند شد شش سال پیشه با همه امکانات حمله کردن به یمن جنگ هشتگی که جنگ هشتگی جمله رو داشتم قاطی میگفتم جنگ هشتگی که در شبکه های علیه یمن راه انداختن تو کمتر از یه هفته بیش از 300 400 هزار تا محتوا در اینستاگرام عکسای متنوع پستای متنوع روی یه هشتگ به نام طوفان قاطعیت اینا منتشر کردن حالا تو توییتر بازی هشتگی رو ما این سالها دیدیم خیلی تجربه نیست ولی از عربستان اینکه به یکباره در کمتر از یه هفته 350 هزار تا محتوای کاملا متنوع با ادبیات های مختلف ببره روی هشتگ که بگه ما مطالبه‌گر حمله ای به یمن هستیم خیلی عجیب غریب بود و نشون میداد که یک توان سایبری بسیار خوبی رو اینا تولید کردن خب با این توان سایبری اومد پای کار نیروهای نظامی رو آورد همه امکاناتش شو آورد آمریکا حمایت کرد از چین پهپاد گرفت از ترکیه امکانات گرفت از روسا نمیدونم روسان هم چیزی بهش دادن یا نه اگر بود تو کامنت ها حتما اضافه بکنید در کنار همه اینها رفت بهترین تسلیحات رو خرید خب شما وقتی نگاه میکنید بازی شده است امارات هم اومده داره کمکش میکنه ائتلاف عربی راه انداخته ائتلاف عربی انداخته از کشور مختلف اومده کمکش از هر زاویه نگاه میکنی بازی تموم شده است عربستان پیروزه این میدانه یک نفری پیدا شده در یک حسینیه نشسته در تهران یه سری هم هستن که هوادارشان در مقابلش نشستن اون میگوید عربستان به خاک سیاه خواهد نشست اینا میگن تکبیر آقا سر کار گذاشتی مسخرمون داری میکنی یا داری راست میگی آخه نمیخوره تموم شده باشه هشت سال گذشت آن چیزی که او میگفت درست بود همه امروز فهمیدن آن چیزی که او میگفت درست پیش بینی ایشان درباره آینده نبرد یمن بسیار دقیق بود بعد از اینکه آیت الله خامنه ای این پیش رو انجام داد چندین بار حتی ماجرا به سمتی رفت که بعضی میگفتن خود صنعا هم سقوط میکنه پایتختی که انصار الله درش حضور داره هم احتمالا سقوط میکنه بعد من تحلیل‌های مختلفو می‌خوندم می‌دیدم که بعضی میگن آقا اصلا اینا اصلا نقطه قوتشون حتی انصار الله نقطه قوتش صنعا هم نیست بارها پیش اومده صنعا را از دست داده فلان شهر مو نقطه قوت اینا از اونجا رو هیچ دست نمیده یعنی دیگه بعضی خودشون آماده کردن سقوط ولی رهبر ایران میگفت اینا کارشون تمومه این سعودیا کارشون تمومه بریم ادامه صحبت ایشون رو ببینیم ببینیم که اون موقع چه حرفایی و خیلی‌ها شاید اون موقع تعجب می‌کردن دلیل خیلی واضحی دارد دلیلش این است که توانایی های نظامی سهیونیست ها چندین برابر توانایی نظامی این سعودی های جزا و گذا. چند و چندین برابر اینها ها اونا توانایی نظامی داشتن طرف مقابلش هم قضه یک وجبی بود اینجا طرف مقابل یک کشور است یک کشور ده میلیونی یک ملت کشور پهناور و وسیع اگر اونا توانستند در غزه پیروز بشن اینا هم خواهند توانست در اینجا پیروز بشن البته اگر اونا هم پیروز بشدن باز پیروزی اینا احتمالش صفر بود الان احتمالش زیر صفر است اینا قطعا ضربه خواهند خورد قطعا دینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد شش سال پیش یک نفری در ایران در یک حسینیه نشسته هفت سال پیش این تو را الان تاریخ دقیق میگه بینی اینا که میبینی با این توان رفتن توی یمن به خاک مولده خواهد شد هیچی یمن نداشت رئیس انسالا یه روز اومد جلو دوربین وایساد اینا زمانی که اون موقعی که بهترین خودروهای زرهی رو عربستان و امارات گسیل کردن تو مسیر یمن جلوی دوربین وایساد یه فندک از جیبش بود در حال سخنرانی بودیم فندک گفت ما با این حال شما رو میگیریم خب خیلی ها خندیدن این یعنی چی ما داریم از جنگ صحبت میکنیم ما داریم از نبرد صحبت میکنیم یه طرف بهترین تسلیحات دنیا شما فندک گرفتی هست. میگی با این حال شما رو میگیریم فرداش فیلم منتشر شد که رزمنده های پا برهنه یمن رفتن خودروهای زرهی عربستان رو به تصرف در آوردن امارات رو به تصرف در با این فندک ها دارن آتیش میزنن همین فندک معمولی که همه جا هست این بازی امروز برای سعودی و برای غرب گره خورده و من احساس میکنم که این گره را انصار الله یمن به یاری حضرت الله به شیوه خودش باز خواهد کرد نکته دیگه این ندارم اگر احساس که نکته ایست من در قالب پیام برای بفرستین خیلی مخلصم خیلی عبدت دارم وقتتون بخیر